چهار نقطه دیگه از جاده هراز که باند دومش تکمیل شده که شامل پل و تونل هم هست، مجموعا حدود 9 کیلومتر خواهد شد، به ترافیک بازگشایی شد و ما امیدوار هستیم که باقی مانده مسیر یک اقدام مهمش سه تا پل بزرگه که اگه خاطرتون باشه پارسال در چنین روز آقای دکتر آخوندی کلنگش به زمین زدن. این سه تا پل فعلا 15% در مجموع پیش رفت داره. ما امیدوار هستیم که پیمانکاری که از اون پیمانکار کننده ای هم از پای کار انشالله بتونه با پشتیبانی که ازش انجام میدیم طبق زمان بندی این پروژه رو تمام کنه. قراردادش 30 ماهه است و گلوگاه باقی مانده مسیر ما عمدتا میشه این سه تا، ولی سال آینده هم انشالله تو اوایل سال حدودا 10 کیلومتر دیگه مجموع پل و تونل و جاده ای که الان در دست ساخت است انشالله آماده میشه. وزیر راه و شهرسازی همچنین از اجرای طرح آزمایشی پرداخت الکترونیکی عوارض در چهار از آزاد راه مهم کشور هم خبر داد. از امشب ساعت 12 شب سامانه الکترونیکی پرداخت عوارض اتوبان هامون رو آزمایشی شروع میکنیم و این موجب میشه که 4 تا اتوبان مهم پرترافیک ما مردم در گیت عوارضی توقف نداشته باشند. سیستم کاملا پیشرفته ایه که به صورت خوندن پلاک که عبور میکنن ثبت میکنه و اسمس برای راننده و صاحب خود رو میده که عوارضش رو از به شماره حسابی که هست پرداخت بکنه. مهلت پرداخت 48 ساعت است ولی ما به خاطر تعطیلات نوروز زمان مهلت پرداخت عوارض رو افزایش دادیم که بتوانند در ایام نوروز عوارضشون رو پرداخت کنن و از این بابت توقف نداشته باشن. اتوبان تهران قم، اتوبان تهران ساوه هست، کرج قزوین هست و قزوین زنجان.